بستی اینجا مامان حداقل بیای با یه چیز نرم ببندی دستم درد خلیل بابا ول کن اون بی صاحب پاشو برو اون بچه رو واکن مگه سگ هار گرفتی جو رفتم بازش کردم بچه اگه آدم باشه با ننه بزرگش این کارو نمیکنه نکن تو همون رو دایی نکن قربونت برم نکن ولد چموش مگه آتاریه میگم نکن این آتیش خودت روشن کرد من کاری کردم جالب من کاری کردم آره دیگه دایی شما همه کاری دیدی بله و بلا چچل این تربیت توئه اونم تربیت اینه اینا بچهای ما نکن میخوای خوشم میخوای برو وسط میدون نصب کنی میگم نکن ببین من چی میکشم از دست اینا تو خودت از همه بدتری آخه دردت چیه نمیذاری درسمو بخونم آخه ننه تو نمیدونی من زیر چه فشاریم که اون موقع آخه جون خدا بیامرزه زنده بود اوزامو خوب بود رئیس اتحادیه بود اینا الان منتظرم من بلغزم سری اون کامیز سیروسو بذارن جای من رئیسش کنن ببین پسر من این آدمایی که به خاطر درس خوندن من اینقدر کوته فکرن که میخوان تو رو بذارن کنارا اصلا به درد تو نمیخورن لیاقت تو ندارن من خطا نکردم که دارم درس میخونم که چیه؟ چون بیرم باید فقط بمیرم دور از جون هر نظر هر روز باید منتظر باشم یه جوری خودم رو سرگرم کنم ببینم عجلم کی میاد فکر کنی خبر ندارم پارسال رفتی واسه من یه قبر خریدی قبر خریدی من قبر خریدم قبر خریده؟ من قبر خریدم من قبر خریدم گرونشو بفروشم من به فکر شماام برای شما مگه خریدم ولی این همه چیز هست بخوای بذاری گرونشه تو بعد قبر می‌خری اگه من قبر رو برای ننم خریدم خودم رو تو همون قبر چال کنی تمام ان شاء الله بفرمایید مهمون داری حاجا آقا خیلی خوش اومدید از اون صف از هر طرف آقا نعیمی سلام بابا آقا شما نعیمی اومدن من رو با
باز کن. نعیمی نون فانتزی فروش؟ بابا کله سر اینجا چی میخواد؟ من چه میدونم، خیلی میگم بچه‌مو ولکن کشتیش. دو کیچه رو خودت زنجیر کردی. والا حقیقتا نمیخواد شما حرف بزنید، من خودم توضیح میدم. ایشون جزو درسای عملیشونه. دیدید حیونای وحشی رو با طناب و زنجیر میبندن؟ ایشون هم همین کاری کرده که فقط درک کنه فضای روانی حیوانات رو. آفرین به شما دکتر. آفرین پسرم که این قدم یاد به درسات میده. گاوونه بدیم بدوشه. گاو دوش نیست که. دکتره بهتر. نه حالا به مدرکشو گرفت، قول میده که به گاواتون بدوشه. بفهمید. ببخشید ما مزاحم درس و مشق بود. بفرمایید. بفرمایید. یا الله. استاد جلسه پیش فرمودین که این هفته امتحان میگیریم. بچه ها یادی بگیریم. هفته بودی دو هفته دیگه. سنبول خان علکی میگه. اصلا ما خیلی عقبیم. امتحان واسه چی استاد؟ بچه ها حق واقعی خادمیه. کجا رو باید کویز بگیرم؟ پسر مبحث فیزیولوژی. خب بچه ها آماده باشی لطفا. دست شما درد نکن. بفرمایید حاج خان، بفرمایید. آنه این بفرمایید حاج آقا، بفرمایید. خواهش سر سو بیشتر از این ها. بفرمایید بفرمایید. خیلی متشکرم از لطف شما. میگم آقا خلیل، امسال هوا خیلی بله عجب هواییه. اصلا امسال عالی هوا. بله سرب موجود در هوا هم کاهش محسوسی داشته. الله اکبر، خدا رو شکر. الهی شکر واقعا. الهی شکر. آرزو من این چیزو میخونه اون امینا. بفهم اون امی تعارف نکن. بفهم از خود پزه کو چای بدم بهتون. بفهم حاج آقا، بفرمایید. بفرم مرسی. سلامت باشید. شما خوبی؟ بله شما خوبی؟ خدا رو شکر. شما یعنی مریضی چیزی ندارید؟ دندونا سالمه؟ من؟ آرزا تقریبا سالمه، فقط اون ته یه دونه دارم که پوسید. بیرون روی دندوناش خرابه. آجا با تعارفم طالب میگم آخری بارندگی امسال کمتر شده نه؟ خواهیم بزنم شبکه 6 شبکه خبر همه اینا رو میگه آورش و من میپرسیم امروز جو نیمه پایدار، هوا نیمه ابری. اینم بعد و بعد فاقه بعد و روی شما جغرافی درس میدم من. خلیل شوخی میکنم، منظورش اینه که بابا یه خبر میدادیم ما یه تدارکی میدیدیم زشت شد اینجوری. به خدا خواهش میکنم، والا ما هم میخواستیم با اطلاع قبلی بیایم ولی آقا رضا گفتن که در کار خیر عجله بهتره. آقا رضا گفتن کار خیر بهتره. والا ما اومدیم اگر قابل بدونین خواستگاری گوهر خانوم واسه بابا. خواستگاری ننه گوهر من برای آج آقا. بله بله نه ببینید شما چی آره تا من نگاهتون میدم. آقا چی شده؟ ایچی این فقط قراره که اگه خدا بخواد ننه گوهر ازدواج کنه تو شهر خودمون میره، بعد اون داستان اون اتحاد الان چی شده؟ الان آقا نعیمی اینجا چی کار داری میکنه؟ آقا نعیمی چی یه چی شده من نفهمیدم اینا چیه ورداشی آوردیم؟ ببخشید ما دست گل نیاوردیم. این نون فانتزی ها دست پخت خودمه، خیلی خوشمزه است. دیگه گفتم از اینا برای چی میگیرم. آزده تباس با نون فانتزی اومده این خواستگاه ننه گوهر خلیل. بعد به خاطر من چیزی نگو. تو کی هستی من به خاطر تو پیرمردی چی نگم؟ داش خلی آقا من داداش تو نیستم. واقعا قدر این خانواده رو بدون دیگه خلیل. بابا اگه که ننه گوهر ازدواج کنه دیگه دانشگاه نمیره. بفهم دیگه. خب خوبه که من مشکل با ادامه تحصیل همسرم ندارم. قضا چی خوب میپذی؟ بخور و بمیر خلیل. آخه ول کن، کسی با اون چاقو میتونه آدم تیکه تیکه کنه؟ اینو کی داده دست من؟ جاله باریش. ای مامان. نه یعنی منظورم اینه که آبرومون رفت. نکن خلیل نکن. از چی رنگ خوشت میاد؟ ای بابا نیمی بابا تو جمع میکنی یا بگم بابا سلام خلیل. خلیل داره زنجیرشو وا میکنه. این پسر بیوژانو که سیواس کنه با من طرفه. ای داش خلیل بیا.
دکتر پسرم دکتر دکتر بیا یه ذره آب بیاری این زبون بسته بخوره زبون بسته جد دامان ته یوان نار بچه ما کن شما نیست با زبون بسته رو چی نشده چیزیش نشده چون شما میگید چش وی ببین پیره مرد خودتو برای ننه من شدی نکن آخر من دارو بردم برخالتو بشنخم من دوست دارم دوست داری باز بار دوست دارم میخورم معلومه ای بداد بشم زنگنه دوانه زنگنه زنگنه من نمیدونم تو رو میبینم اینجوری فشارم فشارم میری بالا یواش نسل منو منقرض نکنی رشید جون دادا یه کالباس دو نونه و یه نون اضافه به من بده کالباس دو نونه دیگه نون اضافه نداره که خب دادا من با یه کالباس از سیر نمیشم آخه ای بابا خب ایراد نداره یه چیپس بده یه نوشابه بده یه سس هم برده اصلا تو که سیری چیزی نمیخوری؟ نمیدونم واسه منم آخه گفتی سیرم من دیگه رژیمم و اینا من دیگه نگم بچه جو حساب میکنم با خب نیش جونه بخور دورت بگم نمیخوردی تا؟ نداداش بخور نیش جونه باشه نگرفتن اون که آزادمونم کردن نگرمون نداشتن که پرونده هم برامون درست نکردن فقط من اگه بفهمم که لومون داده این یارو دختره پریسا لومون داده سختم سختم در اینو چه برای وامو کنو بزنم گندت بزنم با چی کار برم من فلفل نزن بگی میگم کار این دختره پریسا بهم گفته بود حالمو میگیره معتمدی رو میندازه به جونم آخرش هم انداخت دیگه همه چی خراب شد ای بابا میگم پایه بریم سر وقتی داده شرمن دادم من با ساره قرار دارم سر وضعه تیبو نگاه کن شما با عطر برامو حس میکنی خب دانشجویان عزیز خسته نباشید خسته خوبه که شما اومدید دانشگاه واسه درس خوندن نه واسه خوش گذرونی ممنون خانم چی بودی؟ اله محمدی آها بله منم سینا خادمی هستم معروف به سنبال خان سنبال خان بله بچه هم بریم سمت دانشکده پایه واسه اخلاق اسلامی تو راه هم درس های جلسه قبل مرور کنیم من درس عمومی قبلا گذروندم یه دو سه سال یه رشته دیگه رو خوندم بعد دیگه دوستش نداشتم کنار گذاشتم دوباره یه کنکور دادم آه. دوستش نداشتیم نه و بعد خوب سنامونم به هم نزدیکه از چه جهت؟ نه همینجوری گفتم بفهمی تخمه ممنونم تخمه سیا دوست ندارم خوب بفهمید خودکار آبی اینا نه اینا خوبه اینا روون می نویسه بفهم ممنون من خودکار دارم باید از درستم رنگ های دیگه هم دارم احمق آخه بفهمی خودکار آبی راجب اسم سنبال خانم اگه توجه نکنین کم کم یادشون میره دیگه بهتون نمیگم بله بله این قضیه رو خودم یه جور خوبی دارم مدیریت میکنم شما نگران نباشید با اجازه بفرمایید موفق باشین در زن پریسا 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 وای زنگنه جان زنگنه وای این دختره دو درجه تب میکرد من سه درجه تب میکردم بابا چهار درجه آبل مرغون میگرفت خب من دیفتری اون بابا وای وای ببین بیرون روی بیرون روی بیرون روی خوبه دیگه زنگنه جان چپ و بمال چپ و بمال من این دختره رو فرستادم اینجا خب تک و تنها تو این شهر غریب پر از گرگ بیابان خفاش شب لاش خوب خوبه دیگه گفتم اینجا حیات و
وحشه دیگه به این باغ وحشی نیست. الان چی کار میکنی؟ میمونی؟ فرم مهمان بدم پر کنی؟ نه امچونی من میاد منو میبره هتل. آره صبحانه شامل بوفه کره کانواس سوسیس پنیر سزل. مورا چیان؟ اینا رو باز میکنم که نبود گیری. اوه گرفتاری شدی. چه بدم کسیفه. ماشین که یه عقد کردی دندون به ما نشون دادی. آقا یه خدافزی از پسرت بکن. نه همینطور از دامادت البته. خدافز پسرم. حالا دردتون تموم شد؟ آروم شدی؟ من آروم شدم یکی. من وقتی آروم میشم که اینجا رو ول کنی برگردی. بذار درسمو بخونم بسرگم. بذار درسمو بخونم. بذار درسمو بخونم. بذار درسمو بخونم. اینقدر به اون بهرام بدبخت پیله نکن. اون اتحادیتونم وقتی بدونه که تو جهنمشو داری دیگه نکاری به من داره نکاری به درس من. بذار درسمو بخونم. چش برو بخون. سلام رو بردی جال مردم. اینجا بذار درسشو بخونم. خانم بلیه مادر شما هست؟ نه خیلی مادر شما به شما چه ربطی داره؟ آخ چیزی نگفتم گفتم که خانم والدی شما هموطاق دختر ما هست. آفرین. چی آفرین؟ که ننه من توی سن و سال با دو خبچه تو هموطاقا آفرین؟ آره مسخره داری میکنی ما رو؟ آقا چی آفرین؟ بذار ببینم چی آفرین؟ این که چست آمد دست دادم؟ این که انگوشت آمد این چنجرم آفرین؟ خب من تو هم بره آقاش بازم فرصت دیمی دیگی خواستم عرض بکنم که دختر بنده اسمش آفرین هموطاق مادر شما زمین. خب بابا اسم دخترتو عوض کن. چه اسمی؟ بفهم برو اسمشو عوض کن. اسم دخترت آفرینه. با جمله رو درست بچسب و سگ مصبا دیگه. یه روب قبل بگی دختر من با مادر شما هموطاق بعد یه روب بگی آفرین. نه همون لحظه گفتم. آقا بفهمش. خلی بابا داداش اگه یه کاری داره ماشین میگم رضا بیاد یه دستی بزنه. چرا من اسس قربت نکنی آقا خودش درست میشه. حتما آره قربان مرحمت شما زیاد بفرمایید چه شما بفرمایید مرحمت شما زیاد دایا شکر تین آرامشی به من دادید و الا اگه من بر اعصاب خودم مسلط نمیشدم مرحمت علی زیاد خوش آمدید. فکری به ما با این مهره معلوم نیست چی شد آخر یار محمد آدم اینقدر گمچ برو کنار دیگه ایو قربونت برم. سلام دکتر. سلام عزیز. سلام مادر. شانس آوردم ما به موقع رسیدم. نخیر شما به موقع نرسیدین. شما بعد من رسیدین. بعد منم هیچ دانشجویی حق ورود نداره. بفرمایید. خیلی ممنون. منظورم اینه که بفرمایید بیرون خانم. آقای دکتر من فقط 30 سانت شاید کمتر با شما فاصله داشتم. یعنی به خاطر 30 سانت نمیخوای بذاری بشینم سر کلاس؟ خانم وقت دانشجوهای دیگر رو تلف نکنید. خواهش میکنم بفرمایید. باش خب پس حداقل بذارید در باز باشه یه صندلی ببرم بذارم دم در صداتونو بشنوم. خیلی خوب باشه یه صندلی بردارید ببرید دم در. خیلی ممنون. سلام خانم. میشه صدای اون صندلی رو در نیاری لطفاً؟ فقط برو بشین باشه؟ برو بشین. چشم چشم. فقط گفته باشم غیبتتو میخوری. بله چاره چیه؟ میشینم صندلی یادم رفت ببخشی. خانم لازم در کرده لطفاً بذار اون صندلی همونجا بمونه. فقط برو بشین. فقط برو بشین باشه؟ اونم یه گاما چطور دادی دست پلیس؟ آدم که پاره تنشو نمیده دست پلیس. یه چیزی بود تموم شد رفت. شما خوبی؟ سر خوبه. قربونت برم همه خوبن. به استادا گفتیم مریض شده یه نامه پزشکی بیار غیبتتو موجه کن بره پیکارش. سارا خانمم رفت دفتر شعر با مجید جانش اشعار عاشقانه بخونه. سارا خانم بفرمایید. دست شما درد بفرمایید. صرف شو بفرمایید.
خوردم هم رادون باشه فشاردون افتادنی مجی جون یکی از این گزا به این میدی؟ دادا شما چاقی و مستعد دیابت میخوامت که نمیدم باشه باشه من میرم واسه نهار بعدن در مورد جشنواره شرطنز با هم گپ میزنیم بله سارا خانم شما چیزی میل نداری؟ سارا خانم نهارشون صرف شده شما بندری دو نونه بی زحمت برای من بگی با هم حساب چربیش بالاست اذیت میشی میخوامت که برات نمیگیرم پاشو پاشو برو بیرون بلند شو خجالتم نمیکشه سارا خانم تشریف بیارید به قولی حضرت حافظ فرو رفت از غم عشقت دمم دمی دمی تا کی دی تو یکی دمار از من برآوردی نمیگویی برآوردم چی می‌نویسی نمیدونم بلدم من بلدم خب یه ورقه در بیاری جواب این سوالو بنویسی 15 دقیقه هم وقت دارید. استاد چون نگفته بودید میخواید امتحان بگیرید ما اصلا آمادگیشو نداریم. من که هیچی بلد نیستم. من بلدم. خواستی آمادگیشو داشته باشی. هر کی اعتراض داره بره بیرون. وقت کلاس هم نگیره. یعنی چی؟ جان. ببین. تقلب بکنی رفتیم خوابگاه فلفل میریزم تو چشمه من از آدم متقلب بدم میاد بابا قربونت برم دوره همه چیزی میمیسی میبریم میدیم دوره همه یه اومدیم مهمونی از خرابازه در نمیشه خیلی خوب آقای جوزه آقای دکتر اینجای ما رو عوض کنید اینا یعنی من اصلا اینجا راحت نیستم شما دلیل نداری کویز بدی کسی که غیبت خورده کویزش هم تاثیر نمیشه خوبت شد زرمان زندگی منو که با آشوب کشوندی بازم ولکن خانواده من نیستی؟ جناب گلیه گل و گلاب شما یواشکی رفتی عقد کردی من زندگیتونو به آشوب کشوندم این کلپک ماجرای عقد از کجا میدونه؟ من نمیدونم آقا ما دیگه الان یه خانواده ایم وقتی هم که یه خانواده ایم چیز مخفی از هم دیگه نداری تو خانواده ما نیستی خدا خداوندا این کنار از کجا به ما چسبوندی؟ تا جون دختر من چی میخوای؟ هیچی والا نشسته بودیم غزل میدادیم قصیده میستوندیم همین ها بابا نگاه راست میگه نگاه اینجا دفتر شعر هست رابطه ما هم یک رابطه کاری و فرهنگی هست همین البته در حال حاضر من آینده رو نمیتونم بهتون قول بدم مجید بس دیگه هرچی من نمیخوام هیچی بگم بابا دست شما درد نکن بابت بیام روی یک تاله رو انداختین خستم کردین ساره ببین آقای گلی ببین کارادا دیدی کارادا اونا خانومه دون اینا من دختره دون اسم خانواده منو بیاری میدم گاوا بخورنت هضمت بکنن اضافاتم بریزن دون سلامت باشین لطف داری آخه تو از خودت چی چی داری؟ پول؟ خونه؟ اصلا یه خانواده داری ازت حمایت کنن؟ تمام زندگیت هم که جمع بکنی قد پول کت من نمیشه چند اسم اگه؟ 30 میلیون تازه بود اون شلوارش خودتون 30 میلیون؟ بابا شیره مالیدن سردون این نمیارزه 30 میلیون همون ولون بکن تو بس بیری با یکی بپل که هم سطح خودت باشه با یکی بپل که هم سطح خودت دخترتون از اون بر رفته گندات چی پشت هم مماسه یه هواخورم لابلای گندات بذاری بد نیست غلام رضایی آتش واقعا میارزید 30 میلیون حتما برم بوده دیگه من چه میدونم راست میگه دیگه من همینم ندارم خیلی خوبه الان خیلی خوب خودتو جمع بکن گوشیت چرا از دیشب خاموشه؟ خراب دادمش تعمیر چی تعمیری که دیگه گوشی نمیشه
باش باش بیم تا سر را یه دونه دیگه برات بگیرم. سر را کجا؟ دفتر رحمانی وکیل دیگه، برای همین فرم پر کردن و کارهای اداری اینا. بابا بهت گفته بودم، من نگفته بودم. میگم آه بچه اون میدونه تو کلن دو سه ماهی دیگه بیشتر ایران نیستی؟ نه نمیدونه. اوه آقای دکتر تو رو خدای نتصیب خواهش میکنم. خانم من براتون غیبت رد کردم، کویزتون به حساب نمیاد. باشه اصلا به حساب نیاد، فقط میخوام ببینم درست نوشتم یا نه. شما اصلا نمیخواد نمره بدی. تو رو خدا قربونت برم مادر، چیزی ازت کم نمیشه که. تو رو خدا گفتم الان همین وسط آتیشت میزنم. بینو باز استرسی شدم، بیرم دستشوی. ببین من میخوام برگه بدم این استرسی میشه. بیرم یه چیزی بخور. گز دوست میداری؟ یه هم سوهانو بیشتر دوست دارم براتون. برای یه چیزی رو از من همیشه آویزه گوشت کن، زندگی رمان و داستان عاشقانه نیست، شوخی نداره باهات. تو اگه با طبقه بالاتر از خودت نشست و برخاست کنی، ممکنه داستانهای عاشقانه‌ای شروع بشه، ولی مطمئن باش عاشقانه تموم نمیشه، آخرش خراب میشه، میزنه همون اولش هم خراب میکنه. ممنونم از نصایح دوستانت. میگم اگه میخواین جعبشو بذارم اینجا که راحت باشین. نه راحت که هستم، ولی پستش خورده کمه. حالا مهم اشکال نداره، قابل اهمازه. اینا رو برمیدارم برای زنگنه. شرمنده دیگه، دفعه دیگه درصد بالا میگیرم. دستو در نکنم، فقط غلام رضایی یه سوالی ازت میپرسم، راستشو بگو. دو سه شب پیش شماها پارتی گرفتین یا نه؟ نه آقا، شماره کفن کنم ما پارتی نگرفتیم. نه آقا. پس کی شب گرای اشتباه به من داده؟ کی غلام رضایی؟ آقای چلا هرکی گرای اشتباه بهتون داده سرش بخوره به تاق. آقا یه دونه رم ببرید، تعارف نکنید. بدی بالا. قربان شما باشم، گفتم مزاحم نشم. سلام. باز که حلقه یه دار دور گردنته که. خوش اومدی خانم احمدی، نبودی چه آرامشی برقرار. اتفاقا منم خیلی دلم برا تنگ شده بود مادر جان، ممنونم. با اجازت. یه حسی با من میگه باز میخوای به یکی گیر بدی زنگره جان. تو هم داری میری؟ خدا رو شکر حداقل بابت یکی تو امشب خیالم راحت. آفرینم و دارم میبرم هتل با کلاس 5 ستاره همراه بوفه، کالباس، خوش بگذره، پنیر سزل. به سلامت. آ خلیل، میگم خسته نشی یه وقت این های بار دست من ها، اذیت نشی الان خیلی هم راه میدی اذیت میشی، خود بشی رو کول من بزنی. ببین گرد آدم ها چیه، چجوری ببرم؟ بیا این دست منه، این دست من، دست بیا این چی خوف شد، این وضعیت منه. من نگران انتخابا تمام سیستم هم به هم زده، استرس داره نابودم میکنه. خب این دکتر من نگرانم با قرار. اگه نقشه جهیده به ننگو هر بگی شاید با همون را اومد. خدایا هیچ بنده یه جوی هستی را بیره. آمین سرت کنم. آجبه بابا حاجی و دانشگاه سباش کاس اینجا میدویی فرمایید بلند نیست بابا. مامان جان قربان بشم، سورپرایز هست مامان جان. اول میریم هتل، سپس شام آفرین و بعد چی اخبار؟ چه اخباری؟ کیف میگونی؟ اون آهنگ رو بخونم جونی برای من. فرخی جان تیو شر مهیه یه دوست دارم، فرخی جان تیو ناز و عدا یه دوست دارم، فرخی جان احمدی جان، فروخی جان، احمدی جان. ای بابا اینجا دانشگاه آبوری منو بردین. مگه ما گودیم خورنه اینجا دانشگاه، مگه قربان تو برم. بیا 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 ولش کن ولش کن. دانشگاه اینجا خیر سر من اینجا دانشجویم.
نیست که چه فرقی که خواهی که مسئوله بخشه چه تصویری بدیم بشه خواهی بگیم میگه بالا میگه تو خانه گذاشته به وجنات من به این چهار تا بسه خرت و پرت شما بخوام نظر داشته باشه بهش تو میزم تو دهنت غلط کرد خانم من عذرخواهی میکنم از شما حالا این ننه ما سرش شد میکرد استراحت داره میکنه یا یه چیز دیگه حالا که کارو به اینجا رسوندیم اتفاقا نفری دو تا فوش آب دارم نثارتون شوخی علی کدومتونه علی منم فرزند ارشد شاه همون چون ارشد بودی درشته رو نثارتون به من که چیزی نگو شما من دامادشونم دیگه داماد اصلا به حساب نیاد چه پول میخوای بشی همتون مامان رفتتون بعد از اون بده اینا نه اینا هم چه کار کردی با این پیرزن شما از زندگی ما خبر داری نه خبر چرا قضاوت میکنی بیا پایی نایوب بیا بچه تو ببین آرام دو روز بهت گفتم برگرد شهرمون آبا از آسیا بیافته نتر شیش شروط مشروط نمیشی یا پای میری بابا دوست داری بچه تو یه سیاده سه برادر من اختشاش نکن جلوی در خوابگاه درست صحبت کن با خیلی بدم بدم بابا نمیبره بده دیگه بهش خانم اینا رو بر بده بهش بخور به ریش ما بخند فعلا که شما دارین به ریش من میخندین اگه دادنی بودی از همون لحظه اول میدادی دیگه چرا اگه ببر بیار میکنی گوهر جون این هدفون منه خب به جایی وصل نیست چی دارین گوش میدین اینو گذاشتم رو گوشم ورورای شما رو نشنوم بتونم درس بخونم باش باش گوهر جون راحت باش راحتم باش ساره مادر تو چرا انقدر کش اومدی؟ چته؟ چیزیم نیست خوب میشم نگران نباش الناس کجا هست؟ داره تو راه راه میچرخه همش ولگردی میکنه یه شته بیشتر از این بچه درس میخونه به خدا؟ بله تو دنبال هفگی میدی؟ آره همینطوری از سر کنجکاوی داری من که ندارم ولی یه پیج جدید را افتاده هافکینگ بازی دو تازه سفارش هم میگیرم علکی بزن ایدیشو دمت گرم میزنی کانالشو برام همه رستوران مجلل مجلل که میگفتیم نه آمدیم ساندویچی که چی شد من برای تو بمیرم با تو همه جا برای من بهشت مجلله ودای تو بفرمایید اینم سفرمند فلافل فردا علا صدا نکنه فلافل گرفتی بالا دیگه بالا میزه من طبق تا آخرین محاسبات گردم اینجا این مناسب ترین قیمت ساندویچ بود نوشابه نگرفتی اما جونی دیگه این تحقیق من نیست که بالا میزه تحقیق دانشمندان میگه نوشابه برای سلامتی ضرر داره تمام لای من برای تو بمیرم که اینقدر تو خرج میکنی آخه میرم بالا میزه قربان اون فاروقی جان من برای شما اینو ویژه زدم قارچ به همراه پنیر آفرین بله آفرین جان آفرین رستوران مجللم که آمدیم بفرمایید جریان از چه قراره نکته بسیار خوبی اجاره کردید بله مثلا وقتی شما نباشید من میتونم حرف بزنم دیگه آدم یعنی خوشش میاد دست بابا گم میکنه دیگه قشنگ میگی دیگه فلان چیز خوشش میاد بگی جان من باشه دیگه میگی دیگه مرز جان اصل مطلب این است که من ما خونه رو بخوام بفروشیم بیای میشه خونه را مغلی تو بیای پیش ما خام بشم رش خام بشم رش بشم تا لنگور میتاله برگشت بابا نوشی جان بخور یه دم میو بری گم بابا بخور بابا خالی بله چی شده بگو چی شده دیگه رضایی با همونده کار کرده بزنم با چکش لش کنم چیکار کرده نه بدبخت داری این خرسه درونه تو مهار کن جاله همش بیپری به این بیچاره اصلا با اون ربطی نداره بابا چیه بگو قربونت برم بگو تصدقت بشم رضا رو کفن کردم میگم میگم باشه میگم خب الان خبر دادن فردا انتخابات اتحادی هست ناراحتی نداره که حرفای مامانو ببر اونجا بزن بعد تاثیر میکنه
قبولت میکنن رأی میدن دیگه. حواسم نبود اصلا. اینم حرفای مادرم میزنم تموم میشه. رئیس میشم. تموم میشه. اونا با شعورشون عیوبه. چی برم بگم به اینا؟ اما حرفای مامانه دیگه. بله. چطوری؟ چه خبره؟ سلام گوهر جون، خوبی؟ من شهرزاد صمیمی ام. ببخشید وقت نشد و جلوتر باهاتون آشنا بشم. خب مادر الانم که وقت مناسبی برای آشنایی نیست. نگاه ساعت از 12 ام رد کرده میذاشتی سو... این چیه ورداشتین آوردی؟ میخواین منو دار بزنی؟ نه بابا، یکی از بچه ها پریسا شوکتی با یه پسری به اسم فرزاد با هم رفته بودن بیرون، بعد جاده یادش کرده. الان اومده زیر پنجره است، میخواین بکشیمش بالا. وای الهی فرزاد، بیمیره همه راحت شن. نکنید این کارو ها. دختره میفته دست و پاش میشکنه. خب بره در بزنه، زنگنه در رو براش وا میکنه. نه بابا، برای خانم زنگنه، کسی که 12 شب به بعد بیاد با یه قاتل زنجیره‌ای حکمشون یکیه. بعد تازه یه بارم تعهد داده به خدا اخراج میشه. خواهش میکنم جلو نیا. چشم جلو نمیام. اتاق ما بالای اتاق زنگنه است، اینجا تاریکه، کسی نمیبینتش. بندازین. بذار بندازم. نندازین. گره بزن دور کمرت، میکشمت بالا. ولم نکنین یه وقت. نه بابا نکشونم. بودو الان زنگ نمیاد. الان جون نمیای کمک؟ فکر میکردم با معرفت تر از این حرفا باشی. مگه چرا؟ من دارم میام کمکتون. بکشید گوهر. فکر کن دختر خودت بدبخت گناه داره. بی بریم قربونت برم. ببین من هزار سال اجازه نمیدم دختر منو با ملافه از پنجره بکشن بالا. نکنید این کارو. گوهر جون به خدا اگه برای پریسا اتفاقی میفته مسئول شما. یا حالا نیا. ای ذلیل بمیرین همتون که هر روز یه بازی در میارید. ببین من میام کمک، ولی فقط به خاطر اون دختر بدبختی که اون پایینه. خب وگرنه من مخالفم. من فقط به خاطر اون دختر بدبخت میگم بیام. مخالفم. من فقط به خاطر اون دختر بدبخت. در بزنیم میگن داریم درس بخونیم. آره جون عمتو دروغ و قناق نیست میگه. شل نکنیم دیگه، بکشین نصر آقا. تو رو خدا این دیوونه بازی ها رو بس کنید. من خودم میرم با زنگه نرد بزنم. خود داریم پیش میریم. اینا چرا همه بیدارن؟ بکشید تمشه رو نکنم. تعهد می نمایم از این پس از مغزم بیشتر از مخلوقات و جانداران دیگر. ببخشید خیلی عذر میخوام، میشه یه ذره آروم تر بگیم؟ والا من دستم درد گرفت. میگم آروم تر. و جانداران دیگر استفاده کنم و نصف شب دختر مردم را بالا نکشم که اگر ملحفه پاره می شد خانم پریسا شوکتی مثل گونی برنج یا هندوانه پخش زمین می شد و اون وقت قانون
پدر حساب بچه یکمان را در می آورد. بنویسید تاریخ امضا. همین؟ این همه برو و بیا همین؟ نه جناب معتمدی، کسانی رو که به کرات تعهد شکنی کردن براشون اشد مجازات، یعنی اخراج از خوابگاه خواست دارم. البته خانم زنگره، من همین الان ازشون تعهد گرفتم و مطمئنم که دیگه تکرار نمیشه. چطور تکرار نمیشه جناب معتمدی؟ بچه مردم رو داشتن این هندوونه میترکوندن. بسیار خوب، من درستش میکنم. نفری یکی یه تعهد دیگه هم باید بدید پس. وای دوباره؟ جناب معتمدی بالا میکشیدن. کدومشون رو اخراج کنم؟ اینه عریسا شوکتی، گوهر احمدی. گوهر؟ بسیار خوب، پس من به شما دو نفر یک ماه وقت میدم تا یه جایی برای خودتون پیدا کنید. مادر خواهرا خط به جلسه. چیشو؟ لایی با امید خودت، خودت حق و به حق دار برسیم. خدایی دعا من نمیتونم بکنم از دستتون. دعا کردنم بخیلی تو. من نمیتونم. تو منه چی داری دعا میکنی؟ دعا میکنم.